אוקיי, בישעת לשמה, יאו, בשם השם נעשה ונצליח, פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, שבת, חזק, חזק ונתחזק, כי מידו ניצאת החזק עם התיואש משה, משה. ובעזרת השם, שיעורו, שיעורו מקונים ברוי הצלחה מרדכי בן סימה וחנבדה שון, והמצ'נין ברוי הצלחה מלכיאל בן סוריה ורפואה שלמה בתוך כל חולי עמו ישראל והמצ'נין מאיר בן נעיד שהשם יצליח אותם וישלח להם רפואה שלמה ברוחניות, בגשמיות, ברפואת הנפש, רפואת הגוף ובעזרת השם להבדיל בין חיים לחיים ברי עילוי נשמה בן יהוא בן ראובן ושמואל בן שמעון והמצ'נין נעימה בת רחמים ומנחם דוד אריה בן רבקה שמנוחתם בגן עדן מוריי ורבותיי סואלי כאינג'ה הסטש מידונית כראשי הקדוש מניביסה רואי פסוק אבל פרשה אם בחוקותיי תלכו כמנזור במוטלי תורס בעמלות יעני בעומק בערך ריחתן כושש דר תורה שתהיו עמלים בתורה, מנימיסי ראשי, רואי בחוקותיי תלכו. כי בחוקותיי תלכו, מי שיני תורה רו בחונית, אונם בעמלות, יני סבי ערך בריזית, תוי תורה. ומגיעים מזור אין פסוק הסטש, ודר ליקוט תורה בלהתניה שר מידה, כצ'רע אינג'ה תורה נעמידה שודה, חוקותיי, יני חוק, و می نویسه بلحتانیا که همونطوری که می دونید یکی از معنی های کلمه خوک به فارسی هم می گیم میشه حکیکا که میشه حکاکی کردن درسته؟ همون معنیه حکاکی کردن یعنی چیزی رو کندن و می دونیم که لوخوت تورا لوخوت هبریت کنده شده بود نوشته نشده بود مثل تورایی که ما داریم حرفا رو کنده بودن و این چیزی که اینجا به ما تورا میگه که بگه بایستی خوندن تورات جوری باشه که کلمه های تورا رو نشامات حکاکی بشن فرق بین نوشتن حکاکی چیه؟ که نوشتن میشه پاکش کرد درسته نوشتن رو میشه آدم با یه پاکش کرد هر چیزی رو به طریقه مختلفی هست چیزی که با نمادن با مداد می‌نویسه راحت تره ولی چیزی که مثلا با خودکاره یه مقداری سخت‌تره چیزی که مثلا با خودنویس باشه کمتر سخت‌تر هر چیزی که ولی میشه هر چیزی که نوشته شده رو میشه پاکش کرد ولی چیزی که حکاکی بشه نمیشه تصدیق رفته جزوش شده تا حتی خالکوبی هم میشه با اشعه پاکش کرد امروزه درسته میدونی که یه چارهشو پیدا کردن سخته ولی قابل پاک کردن هست ولی موقعی که چیزی حکاکی میشه میشه یکی با اون چیزی که روش حکاکی شده میشه جزوی از اون رو اون سنگی که حکاکی کردن میگه دتسید به اون حالت خودش میگه اگر روی چوبه جزوی از چوبه است و پاک کردن نداره بعد خرابش کرد بعد شکستش بعد کارهای دیگه کرد ولی نمیشه پاکش کرد چرا چون که با اون جنس با ماهیتش یکی شده همینطور هم جای به من یاد بیان میگه تورا به ما میگه که بایستی خوندن تورات مثل دو لوحه باشه که بایستی تورا جزوی از وجودت بشه و رو نشامات حکاکی بشه هم میدونید که نشامه ها موقعی که وارد گن عدن میشن لباسشون از میتسوه هاییه که در این دنیا انجام دادن که بهش میگیم سود اور هخشمل لباس معمولی نیست خود شلوار و شلوار اینا فایده نداره در گن عدن بلکه میتسوهایی که هم انجام داده و این میتسوها میشن ملبسه وجودش نشاماش نفشش ولی تورا غذاشه احتیاج به غذا داره نشاما غذاش چی هست؟ تورایی که در این دنیا یاد گرفته که بهش یاد دادن طوری که تورایی که خونده بلده اون تورایی هستش که مرور میشه و یاد میگیره و یزد خود داشته باشه مثلا میره تو یشیوای راشی اگر خیلی هم راشی یاد گرفته میتونه جزوی از یشیوای راشی بشه کسی که زهر و کبالا خونده میتونه جزوی از یشیوای
ربی خیم ویتل بشه یا اینکه اریزال یا اینکه تاتا رشبی، بستگی داره چطوری یاد گرفته، تا جدی تو عمقش رفته، چقدر عرق ریخته برای خوندن تورا، و این میشه قضاش، برای قضای نشاماش. و خانم هم همینطور، اونم مازون نشاما، یعنی قضای نشاما میشه تورایی که آدم در این دنیا یاد گرفته. به ذات هشم، سوالی که اینجا هستش، میخواییم سوال جالبه، میتونیم بگیم تا یعنی حلاخایی این سوال، که آیا موضوع عملوت و تورا، عملوت یعنی که آدم میشینه فکر میکنه روی سوالی و جوابای مختلفه رو میاره و روی جوابا سوال، مثل خوندن گمارا که آدم تو عمقش میره و کار آسونی نیست، سخته. و آیا این کار روز شبات مجازه یا نه؟ یعنی ممکنه کسایی باشن که به ما بگن که نه، خیلول شباته تا این حد که روز شبات بایستی چیزای آسون، راحت، دلنشین، اگادوت، داستانهای خزل، بشمی اگادوت خزل، که بایده به این اگادوت خزل میدونید که به ما میگن میکوبانیم که سیکرتای تورا، رازهای تورا در اگادوت خزل نهفته شده. و اینو ما از بن ایشخای میبینیم، کتابش بن ایاهو، کتاب دیگهش بن یهویادا، و همینطور از گفتهای اریزال که خیلی از رازهای تورا رو خخامین گذاشتن توی اون قسمتهای داستانهایی که گمارا، که بعضیش برای ما خیلی عجیب و غریب به نظر میاد، میگیم اینا معنی چه، اینا معنی نداره، اینا افسانه است، خسفشانون، اینا رو از کجا نوشتن؟ و نه، اونجا خواستن به ما خخامیم این سیکرت ها رو یاد بدن، و نمیتونستن واضح بنویسن. چرا؟ چون که سیکرته، سیکرت یعنی قسمت عرفانی، چیزایی که هر کسی نباید یاد داد، و نمیخواستن که هر کسی بیاد تلمود رو باز بکنه و بگه بخونه و یاد بگیره و بلد بشه و ازش سوء استفاده بکنه. پس گذاشتنش توی داستان ها، لباس داستان بهش دادن و گذاشتنش توی گمارا، و یکی میخونه میگه و چه داستان قشنگی، چه جالب، یا اینکه چه خنده‌دار، جالب، این چی شد، مشرب بنو پرید با اساش، زد به قوزه گوگ تازه رسید به قوزهش، بعد میپرید رو اساش میرد. اینا معنیش یعنی چه؟ اینا که به نظر میاد خنده‌دار باشه خسفشان، ولی مهرشا ما داریم، مفسرین گمارا که ما میگن که اینجا موضوعی دیگه هستش، چیزای ساده نیست. و بدیم بگیم اگادوت، ولی اگادوت دل نشینه، یا اینکه ناوی که سفر ناوی میخونه، این قسمت ها را آدم بخونه، و نه قسمت هایی که سخته که آدم باید سرش رو بشکنه، سرش درد میگیره، باید عرق بریزه تا اینکه بفهمه. ما اینجا میبینیم که روکیخ ربینو الیزر میگرمیزا، که گمتری های اسم کتابش روکیخ میشه الیزر، روکیخ می نویسه به ما اینطوری که میگه به شبات یه شعشه یا عطمو به اگادوت به تامین، میگه روز شبات لذت ببر، بازی بکن، عشق بکن با قسمت های اگادای و دلیل های اصفهان. و یه رمزم تا عطا میاره، میدونی که روکیخ خیلی بزرگ بوده تو گمتریا و تو رمازیم، و میگه اینطوری به ما، میگه پاسوکی هستش در میزمور 119 اشتباه نکنم، بله، به روب بر به روب سر افای به کربی تنخومه خواه یه شعشه اون نفشی، یه راشته بوته به روب بته سر افای یعنی افکارم، شین که میشه بت و شین، بعد به کربی بته دو مرتبه، تنخومه خواه یعنی به من تسلی میده، میشه این چهار تا کلمه به روح سرعفای به گیربی تنخومه خواه، میشه راشت بوتش به شبات، یه به شبات بقیهش چیه؟ یه شعشو نفشی، یه شعشو نفشی یعنی میگه روز شبات دیده که یاد میگیری دلنشین باشه، نخواد سخت کار بکنی، عرق بریزی، برات سخت باشه، چیزای ساده و راحت و که سرتو نمیخواد بشکنی بخون. پس یعنی اونم تورا خوندن هست، سرش حرفی نیست، و ولی عملیم که ما میگیم اینجا، عملیم با تورا یعنی آدم سختشه و موضوع رو یاد بگیره و میشینه روش سخت کار میکنه تا بفهمه، یه این کارو یه این برای شبات نیست، اینو روز هفته بکنه. بعد میاد یعبت
که سالها خیلی خیلی چند قرن بعدش بوده، یعبت بوده 400 سال پیش بوده، روکه یخ 800 سال پیش بوده، تقریبا میشه 400 سال بعدش. ربینو یعقوب بن سیوی اشکنازی، یعبت معروف که سیدور داره اسم سیدور یعبت رب یعقوب آمدین، اون می نویسه اینطوری، میگه بایستی همه کارت شبات و روزای هفته فرق بکنه. ما میدونیم، ما میخونیم کیدوش صبح شبات، قبل از کیدوش میگیم دبر داور، که روز شبات هر زدنت باید فرق کنه با روز هفته. توی هفته جوب میپرونی یا و راجع به سیاست و این برنامه صحبت میکنی، نه روز شبات جای این کارا نیست. یه جوک اوکی، شاید یه جوک تنوک شباته بگی موتار، ولی روز شبات به ما میگه که روز تورا خوندنه و بایستی حرف تورا باشه و حرف سیاست و اینا جاش نیست. حرفایی که روزه معمولی میزنی به طور مخصوصا اینا که من گفتم این میدت خسیدوته، ولی حلاخانی که نبایستی راجع به کار و کسب حرف بزنی. بعد بگی خب شما چی کار میکنی؟ نظر چی که من بیام تو این کاره؟ مغازه پدود شنیدم خالی شده، چند کرایش؟ بیام اونجا خیامون اونجا اونجا مردم رد میشن، اینا عجب بیزنس. چند خریدی؟ از کجا خریدی؟ میان منو میخوام بخرم، ماشینتو میخوای بفروشی، چند میفروشی؟ اینا این همه اینا آسوره، حرفای بیزنس 100% آسوره. تو بوکی اشمار شبات هم میخونیم دیوره سخورا و دیوره ملاخیم. دیوره سخورا آسوره، دیوره ملاخیم یعنی که پالیتیکس، درست عجب سیاست صحبت کردن، که اونم میدت خسیدوته که بعضی هستن که میگه اگر اینکه یه نفر لذت میبره، مثلا این مهمون رو بردی که این مهمونه چی دیگه نمیتونیم با شرف بزنیم، چیزی بلد نیست، میخوایی و از چی لذت میبره؟ از این حرفا. اوکی، مهمونت حق نصد ارخیم کردی، نیست باشه میخوای درست انجام بدی، اوکی حرفاشو گوش میکنی، چیزایی هم بهش میگی راجع به سیاست برای که خوشحال از خونه بره بیرون و اون که اونو میگیم سیاست، ولی بیزنس اکیدن آسوره راجع به موضوع های مالی و اینا. پس میبینیم که میگه به ما یعبس بدون که روز شبات باید همه کارت فرق بکنه و راه رفتنت فرق میکنه، لباست فرق میکنه، خونت رو تمیز میکنی، همه کارا رو بعد همه چیزای شبات باید فرق کنه، غذات فرق میکنه. و میگه همینطور هم لیمود تورا، میگه یعبس شبیمه حخول اسکیم به تورا به ایون و به امک، میگه روزای هفته تورا که میخونی به ایوک به ایون میخونی، یعنی میری تو عمقش، عمق اون سال و نراوت و سرتو میشکنی، بعد خیلی سعی بکنی تا بفهمی که، ولی شبات نه، تعنوگ لذت میبری روز شبات، بعد تورایی که بخونی روز لذت بخش باشه. میگه به هلومد به شبات، ببینیم این حرف آخرش چیه یعبت، میگه کسی که روز شبات به ایون بخونه، هم هلومد به شبات به ایون و به عمق نخشب که مخلل شبات. واو، میگه حساب میشه مثل مخلل شباته. واو، خیلی جالبی هان، کسی فکرش نمیکرد همچین چیزی رو بنویسه. از من بپرسید من میگم یه ه خلکی با این جور مخلل شبات که تو میان به این یون میخونن، یه خلکی ایماهم، ولی این چیزی که باست ما یعبت مینویسه. و ببینیم کسی دیگه هم هست که این نظریه رو داره، به ختم سفر اونم همینطور در پاراشای ویکل می نویسه روی پاسوک لوت و اروعش به خل موشه و تخم، که نبایستی آتیش بیفروزونی در روز شبات در مکان مسکونی که شما زندگی میکنید، یعنی تو به تمقداش مجاز بود، تو به تمقداش منورا رو روشن میکردن، اونجا خونه خداست، ولی به خل موشه و تخم حق نداری آسوره که آتیش روشن بکنی. به هر طریقی هست، چه با سوار شدن ماشین، چه با گاز رو روشن کردن، چه با برق رو روشن کردن، یا فندک زدن، یا چراغ قوه، یا سلفون، هر چیزی که نور و این خاصیت آتیش رو داره، ماهیتش مثل آتیش میمونه، همه اینا از تورا آسور هستن. این نیست که خخامیم آسور کردن، تورا هم صریحاً داره این بیوا میگه، به رمز نمیگه، لوت میگه لوت و اروعش به خل مشبوته خیم.
میگه به ما چیز جالبی ختم سوفر میگه راشتبوت و سوفتبوت، این کلمه ها رو بگیر، این چهار تا کلمه رو درست میگه تبعرو اش به خل مشوته خیم بدون لش، میگه تبعرو اولش تافه، اش اولش آلفه، به خل بته مشوته خیم ممه، اینجا میشه چی؟ راشتبوتش میشه به امت، به امت راشته بوته تبعرو اش به خود مشبوته خیم به امت، به ترتیب نیست ولی لازم نیست که به ترتیب باشه، به امت. و حروف آخر این کلمه هم بگیر تبعروش اش به خود مشبوته خیم میشه شالوم، به امت شالوم، به امت شالوم. یعنی موقعی هم که میگه داری تورا میخونی که تورات هشم تورات امت، اون موقع هم بایستی تورایی که میخونی چیزی نباشه که مخلوقته، مخلوقت باشه بکنی با بگی با خبروتات نه اینو نوشته من معنیش اینه، این هم چه که اینه نوشته، اونم میگه نه معنیش اینه، میگه نه چیزای ساده بخون که وارد مخلوقت نشی، که مثل روز هفته که مخلوقتی میخونی نه منظور تصفت اینه، نه منظور تصفت این نیست، رشبا اینو نوشته خودش رشبا، نه رمبن جور دیگه میگه، نه تو نفهمیدی، تو نفهمیدی، میگه نه یه این کار نکن، روز شبات شالوم باش، به امت و شالوم. ما قبلا هم گفته بودیم در یه موضوع دیگه که لوت ورش به خود مشبوت تخم ما میخواد به ما بگیه که روز شبات دعوان را ننداز، دعوان نکن، آتیش نزن، آتیش نزنی آتیش دعواست، و شالوم شالوم داشته باش که میبینی لوت ورش به راستوپت بوتش شالومه. اینو باید به اینو زوار حکادوش میگه که کسی که روز شبات عصبانی بشه که از داشته باشه، میگه زوار حکادوش توی تیکون معروف تیکون ممخت اونجا ما میگه زوار که بدون که داری آتیش روشن میکنی تو گنه تو گهینوم، داری آتیش روش گهینومو که خاموش شده روز شبات تو داری روشنش میکنی با عصبانی شدن. پس بعد بسه ما ختم سفر یک رعیا میاره، رعیای خیلی واضح از گمارا که نبایستی روز شبات و شبات یه چیزی بخونی که انقدر سخته که سختته و بعد گفتیم عرق بریزی تا بفهمی. میگه این گمارا اونجا میگه ربی زرا به شاگرداش میگه به ماتوتا مینایخو لوت خلینونه، یه از دو خواهش میکنم با هم دیگه روز شبات این تورایی نخونید که مخلوقت بشه منتون، و میگه شبات خیلو نکنید. پس یعنی میگه ستم یش جواب فارسی جا راشی رو ببینید، این چیزی که گفتیم راشی می‌نویسه، میگه منظور ربی زرا این بوده که به شاگرداش رو که میبینه دارن میخونن میگه خواهش میکنم شبات خیلی نکنید، چرا؟ چون که میگه ستم چنه تلمیده خاخامی ماسکین با تورا دگینی لهمی گل پل، میگه موقع دو نفر تلمیده خاخامی با هم دیگه تورا میخونن معمولا معمیک هستن و پیپیول میکنن با خریفوت، پس در میاد که کابود شبات فراموش میشه، یادت میرسه کابود شبات یادت رفت، فرو مأخر شنو اگیم بو مین های خل ز امت و بارور، این چیز بازی هستش که با که موقعی که دارن دو نفر با هم دیگه میخونن و جر و بحث میکنن یک کابود شبات میره دیگه، از یادشون میره، یه اونگ هم ندارن، یه اونگ شبات از می رفت، تانگ شبات از می رفت، و بهش میگه گمارا داره بهت میگه که این گمارای شبات بای دی وی دف کوفیوت صفحه 119 عمود بت اونجا میاره این ربی زرا رو که به شاگرداش میگه خواهش میکنم روز شبات خیلو نکنید، و ببینیم آیا کسی دیگه هم هست، جوابش اینه که بله محرل میپراد، اونم در سفرش درخ حخنیم، میدونیم که برادرش همه سفر نمیشته به اسم سفر حخنیم ولی اسمش بوده ربی خنیم میپراد، برادر محرل میپراد، ولی این کتاب محرل هستش که گفتیم در خخاییم که روگ ماره ها میره و روگ ماره رو ببخشید رو میشنای پیرکی آبود نوشته، این پیروششه رو مسخت آبود آخر حکداماش می نویسه، میگه ما میبینیم که خزل به ما میگن که امرائیم روز شبات سفر اگادوت میخوندن و نه به ایو و به اومک، چرا؟ چون که میگه این اونگ شبات رو باطل میکنه، ولی اگادا نه مشخت لیبوش الادام، میگه محرل که اگادا قلب آدم رو میکشه، یعنی که آدم رو
خیلی شاد میکنه، خوشحال میکنه، آدم کیف میکنه، هی میخواد بیشتر بخونه، بیشتر بخونه و جالبه براش. و از اورزاروا هم همینو مینویسه. اورزاروا تو هلاخوت متصای شبات اورزاروا میدونید که یکی از ریشونیمه که میشده شاگرد روکیخ. اورزاروا ربینو ایسخاک موینا میشده شاگرد روکیخ و اون مینویسه همینطور میهو این شونین به شباتوت ویامیم تویم الا به دواریم هراگیل با هم بگادوت. میگه شبات چیزایی رو میخونی که عادت داری بخونی، قبلا خوندی، چیز تازه سخت رو شروع نکن. یه گماره سخت، هلاخوت توم آب تهارا، توم ات میدرس، مشب و مشکب، هلاخایی که خیلی پیچیده هستش و اینا را راحت که راحتی یا حد نیستی نخون، که راحتی بخون. ولی دواریم شنه راگیل با هم سعرولو، میگه که راگیل نیستی عادت نداری نخون. این واقعا چیزی شبیه به چیزی که تو نوشته توی هلاخا میاره که آدم به بچه ها، کسی که به بچه ها تورا یاد میدن، روز شبات باهاشون یک موضوع تازه رو شروع نکنن. یعنی یه قسمت خماشه که تازه استش، بگیم پاراشای تزریع یا پاراشای متصورا، اینا رو که سخت باهاشون شروع نکنن. توی هفته باهاشون شروع کردی، میتونی اوکی روز شبات ادامه بدی. یعنی و این لاشون گمارای نداریم دف لامد زنگ اونجا میگه این کورین ایم هتینوکوت بتخیلا، یعنی روز شبات شروع نمی کنی یه چیزی رو تازه یاد بدی به بچه ها. و یکی از دلیلاش، دو تا دلیل میاره گمارا، یکی از دلیلاش اینه که براشون سخته، نمیخوای سخت نمیخوای به بچه هاشون یه چیزی سخت روز شبات شروع بکنی. نشدش نظریایی که گفتیم. از طرف دیگه ما که در کوشل تورا ما میبینیم که شلاح کادوش هست، مفارشیم دیگه هستن، خیدا که میگن نه، میگه اصلا خیدا، میگه من تعجب میکنم، شلاح کادوش هم همینطور میگه به این میگی تو خیدول شبات و بن ایشخای خودمون تو تورا لیشما قسمت اورخیم سیمان گوف یود اونجا هم به نشقه می نویسه همینطور که رعیا میاره که امرائیم روز شبات سوگیوتی می خوندن که سخت بوده، یعنی قسمت هایی از گمارا که سخت بودش می آتن به عمال می خوندن. و همینطور هم کتاب خیدا می نویسه تو کتابش مقزیک براخا که می دونیم روی شوخان رخ میره روی سیمان رش صدیک سیف کاتان واد می نویسه اینطوری، میگه به وده یش راستوک به شبات به پیلپول و به ایون اتورام، میگه روز شبات پیلپول ایون، میگه من و میگه این کاری که میکردن گدوله کنستانتینا، یعنی که گدوله کنستانتینوپل که میشده استانبول فعلی تو ترکیه و مخشمه هم anyway. بعد میگه ما میبینیم گدوله خخامیمی که در ترکیه بودن زخوت هم یاگین علینو که میدونید میشودن چیز ترکیه، منظورم که گفتن یه مخشمام منظورم به اوکی یه میدونید که منظورم خسته شلوم هم اسرائیلی که اونجا بودن و هستن هشه میشمور علیم بیاد سیل و تامیت از سنی مکامیم علیم لراعا مرای به رب و تای. میگه اینجا به ما که گدوله، میگه خیدا که بدونید گدوله کنستانتینا اینا روز شبات پیلپول میخوندن، ما پیلپول، میگه همینطور هم توی شیوای پریخاداش توی یروشلایم، یعنی هم دوره بوده پریخاداش ربی خیم ده سیلوا، همون زمان اورخیم حکادش بوده که میگیم اورخیم حکادش یه کتاب مینویسه که جواب سوالاشو بده تو پریخاداش به اسم پری توار، یکی از چهار تا کتاب معروف اورخیم حکادشه و خیدا همون دوره بوده. و میگه من توی شیواش که رفتم دیدم به پیلپول روز شبات پیلپول گمارا و تصفود و بکم فورد و راشی مهرشا مفارشیم رن نیموکه یوسف همه اینا میگه میرفتن میخوندن اینا به پیلپول میکردن. میگه و بس میگه من نگو اینا خیلی رو شباته، شلاح کادش مینویسه میگه این ده کار روزی هستش که خوبه، میگه یاکوم میتوخ سیمخت اخیلاتو لیکوال لیمودو، میگه بعد از این که سعودا خوردی برو بخون تورا بخون، یا یعنی اینکه یه ذره بخواب یشان معت لانوخ روشو به عبارات، میگه یه ذره که بخواب که سرت راحت بشه و بعد
نوسه به نوتن به عمقه شل هلاخا، میگه بعد برو تو عمق هلاخا، همونطوری که میگه میگه هست کفی هسکاتو، میگه هر چقدر میتونی عمیقتر بری برو عمیقتر. عدش یکی از من میخوا تا اینکه وقت این میخوا برسه، میگه روز شبات برو در عمق هلاخا. و کسی که خیلی این موضوع رو سخت میگیره و میگه من تعجب میکنم هست مینخت الازار ربی مونکاچ، که یه سفر میاره که به اسم سفیخت بدوش. این سفر رو ازش خیلی رواد یوسف میاره، سفیخت بدوش، که میدونید حتما دیدیم پتخت ویر، رواد یوسف تو کتاباش همش میگه پتخت ویر پتخت ویر، میشده پسرش ربی بنیامین خیم، پسر سفیخت بدوش بوده، یکی از خخمه ازمیر، یعنی همون برمیگردیم دو مرتبه به ترکیه، میگه یکی از خخامیم ازمیر بوده به اسم بنیابی بنیامین پونترومیلوی، که اون مینویسه میگه روز شبات بایستی نه راحت بخونی اونگ داشته باشی، وگر نه میگه خیدور شباته. بعد مینخد الازار میگه اگر این که نمیدیدم اینا باور نمیکردم، میگه دابار زار اون زار که زه، میگه به مخیلت که با توراتو، میگه این تعمو که تفیخ بدوش، میگه این چیزی که نوشته این یکی دیگه شیرین نیستش مثل اسم کتابش، شیرین نیست مثل اثر، میگه این اصل، میگه این رک دباراب اینان الا دیوره تیما، میگه این حرفاش عجیبه باور نمی کنم. بس میخد الازار خیلی موضوع رو گفتیم که تعجب میکنه و میگه یعنی چه معنی نداره به من بگی که روز شبات نماسی برم چیزای سخت بخونم، یه این عملو تطورا هستش باید خون. و جواب به این مخلوقیت رو باید داد، یعنی میخوایم بدونیم که آدم چیکار کنه روز شبات، اون بوده خدا شبات در پیشه، و میخوایم بدونیم آیا به عمک میشه آدم بره تو عمق هلاخا یا عمق گمارا و چیزایی رو بخونه که سخت تره، یا اینکه بایستی آروم بود دراشوت گمتریا دیبرت اگادوت داستان به خلو خماش با راشی نه تنخ. این سوال ما هستش، جوابشو میشه داد مطابق مخلوقتی که هست بین تز و ماگن ابرام، که تز می نویسه اینطوری، میگه که اگر داری شما میدویی برای اینکه برسی به یه جایی که روز شبات که میدونی نمیشدم دویی به دویی، قبلا گفتیم که بایستی هلوخ خوا روز شبات باید همه چیز فرق بکنه، راه رفتنت هم بایستی روز شبات فرق بکنه. و اینو نم تو ناوی نوشته یشعیا هنوی که ما میگه که موقعی به درخ میری اونم باید فرق کنه، برای میتوا میتونی بدوی و دیر شده کنیسا اوکی یه ذره بدو، ولی همینطوری موقعی داری از کنیسا میایی بر میگردی یا هر چیزی که داره راه میری تو خیامون قدم میزنی راحت برو، دویدن نداره. و سوال اینجاست کسی که داره میدوه و این دویدن براش تعنوگه، درسته؟ براش بخشی میرسه به یه جایی که اونجا تعنوگ داره، یعنی آیا بدوه برسه به اونجا، یعنی الان این دویدنه براش سخته عرق میریزه اینا، ولی میخواد برسه به یه جایی که اونجا اونگ داره، میرسه به اونگ هنعاد شتگیلو آخر کخ، یه لذتی که بهش میرسه با این دویدنه. شما داری از این منطقه میری منطقه دیگه، بایستی بدوید که برسی سر وقت به کیدوش، به مثلا یه بریت میلا از روز شبات و اونجا اونگ داری و بهترین غذاها رو گذاشتن میرسی به اونگ. آیا این دویدن موتاره یا نه؟ و تز می نویسه که آسوره، میگه آسوره که بدویی برای اینکه برسی به جایی که اونجا لیرعوت داوارش همیت انگ، که یه چیزی که برای تعنوگ داره. میگه چرا؟ میگه چون که اون لحظه‌ای که داری میدویی اون برای تعنوگ نیست و ما موتارش نمی کنیم برای این آخرش، برای که آخره میرسی به جایی که تعنوگ هست. ولی ماگن ابراها و بیشتر آخرونی میگن نه، موتاره که بدویی،
برای حنایی که بعداً بهت میرسه. یعنی چی؟ یعنی که ما گفتیم کسی که در عمق میخونه، درسته داره عرق میریزه، سختشه، ولی بعد که موضوع رو فهمید، بعد از 2-3 ساعت که خون جر و بس کرد با خبروتاش و توی این هلاخای اینا، بعد که همه چیز واضح میشه، اوه بعد چقدر قشنگ لذت میبره. یعنی اونایی هم که میگن که خوندن به عمق لذت بخش نیست و روز شبات اونگ شبات رو داری از دست میدی، اگر داری این کارو میکنی و بالاخره، یعنی نه که بالاخره اینطوری میشه که آدم میرسه به اونگ، به اونگ مطابق ماگن ابراهام و بیشتر اخرونیم اوکیه. چرا؟ چون که آخرش اونگ داری، آخرش لذت میبری، الان عرق میریزی و سختته، ولی سرانجام میرسی به یک جایی که به نقطه ای که بعد میگی به حالا فهمیدم چقدر واضح شد، موقع اونگ شبات داری. و گفتیم ماگن ابراهام و بیشتر اخرانیم اوکی میکنن. تز هستش که میگه نه، یعنی این مخروکه تو که گفتیم توی موضوع خوندن تورا هست، میشه تشبیهش بکنیم به مخروکیتی که هست برای دویدن که گفتیم که اونگ نیست. و میتونیم جواب دیگه هم بدیم که بگیم بستگی داره به آدمش، هر کسی فرق میکنه. یه نفر هست که این براش اونگه و براش حساب میشه به کاراتا لشبات اونگ، درست؟ مثلا کسی که تعنیف میگیره روز شبات 100% اونگ نیست، ولی تو حلاخا میگه برای کسایی که لذت میبرن از تعنیف گرفتن این براش اونگه. یا این که مثلا ماهی خوردن، یعنی ما روز شبات ماهی خورد، یه نفره که از ماهی خیلی بدش میاد، یا واسه من اونگ نیست، اوکی ماهی نمیخواد بخوری، ماهی مجبور نیستی بخوری، اوکی اگر دوست داری بخور، اونگی لذت میبری بخور، ولی و مطابق بلحتنیا تو شولخان آروخش میاره تو کنتروس اخرون میاره نظریایی که خوردن ماهی روز شبات مین هتوراس، اینو میاره اونجا و تو کنتروس اخرون تو حلاخوت شبات. و ولی اگر کسی مثلا راجب تانیت تو شوخان رخ سیمان رپخ، سیمان رشپخت، سیمان رپخ نیتسوتسوت اونجا میاره که مهریل و تور میگن کسی که تانیت شه تانیگ اونگ هولو، کسی که تانیت گرفتن تانوک میبره. نمیدونم چند نفر آدم اینطوری باشن، ولی از قرار معلوم بودن اون موقع ها، شاید الانم هنوزم کسایی باشن. مثلا اونجا واقعا داره مهریل راجبه چی حرف میزنه؟ راجبه کسی که خواب بد دیده، شب شبات، شب شبات یه خواب دیده که خیلی ناراحتش میکنه و از اون خوابایی که تو شوخان روخ نوشته، کسی که این خوابا رو ببینه باید تعنیت بگیره، تعنیت خلوم و انا شباته. میگه من با این خوابی که دیدم اینقدر ناراحتم که نمیتونم خودم رو بیارم به غذا خوردم، غذا که بخورم ناراحتم میکنه، میخوام تعنیت بگیرم. شوخان آروخ میگه سیمان رش پخت، میگه تعنیت بگیر، تعنیت خانم روز شبات و روز شبات موتارش میکنه شوخان آروخ. بعد اخرونی مثلا تو یه خبه دعات رباد یوسف و همینطورم میشتاب برورانی هم میگن ما بیزمن هزه، ما این خوابای ما را نمیشه روشون حساب کرد، شاید شب شبات شراب زیادی خوردی یا اینکه غذای خیلی سنگینی خوردی، 10 تا گندی خوردی، بعد حالا این خوابا رو میبینی یا هر چیزی و نمیشه رو خوابا حساب کرد، پس این تعنید نگیر. کاری که میخوای بکنی غذا تو تونتر براخا کن، برو بشین کلیسا تهیلیم بخون، برو زهر بخون یا هر سفری دیگه ای که سه گولا هستش، تهیلیم بهترینش، الان برو تورا بخون، کمتر بخواب، از چیز دیگه بزن، از غذات نزن. و ولی تو شوخان آروخ میگه آدم میتونه تعنیف بگیره. اینی که تو شوخان آروخ میگه فقط 3 مرتبه در سال هست که خواب تعنیف خلوم رو نمیگیریم، این تعنیف که الان گفتیم، یعنی روز شبات مجازه، حتی روز اول پسخ هم مجازه، نه شبش که متسا باید بخوریم، ولی روز اول توی روز که شب خواب دیده بلند میشه میخواد تعنیت بگیره، روز یوم توب اوله، یوم توب دومه موتاره، ولی شابوعت که با امید خدا در پیش هست
تانیت آسوره تا تا تانیت خانم که گفتیم پسخ موتار میکنیم شبیه شل پسخ تا تا موتار موتاره روز یوم تو یا اینکه روز شبات، ولی شابوت نبایستی تانیت خالوم بگیری. چرا؟ چون که روز متن توراست و اگر تانیت بگیری درسته که تانیتت برای خواب بدیه که دیدی ناراحتت میکنه، ولی به نظر میاد که آه ناراحتی که هشم تورا را داده. میدونیم که ربی خیم کانیفسکی، ربی خیم کانیفسکی مینویسه، میگه ببینید همه یه موعدهای دیگه برای معجزاتیه که شده. موعد سوکا برای امانی کابود، پسخ برای یتیات میسرائیمه. میگه ولی شابوت برای توراست که داره به ما هر لحظه داده میشه، برای توراست، برای چیزی نیست، میسوای مخصوصی هم نداره شابوت که بهت بگه توراست. روز شابوت اصلش موضوعش اینه که کبالت هتوراست، که ما میخواییم تورا رو خودمون قبول بکنیم، به ما تورا داده شده. و کسی که بیاد تنیت بگیره داره هشم به تورا رو میده، ناراحتی از این که داره هشم به تو تورا رو میده؟ تورا داره دو مرتبه داده میشه به امیسر روز شابوت، داری تو تنیت میگیری که هشم میخواد به تو تورا بده، اینقدر ناراحت هستی از تورا گرفتن، پس تنیت خالوم آسوره. و پس ولی نقطه‌ای که میخواییم از اینجا بیاد بگیریم از این موضوعی که آدم میتونه روز شبات تانیت بگیره و مغایرت نداره با پاسوکی که میگه به کاراتا لشبات اونگ، این هستش که بر هر کسی فرق میکنه. یکی از که اونگش اینه، یکی از که اونگش اینه، یکی از که اونگش اینه که روز شبات تورا رو به عمق بخونه و اینطوری تانوگ داره، یکی از که نه این براش سخته. اوکی، روز شبات عادت نداره به اینطوری تورا خوندن، عادت داره اگادوت و و و و و ناراحت میشه، یعنی بعد تصحیح کردن که عادت هم دارن توی هفته میخونن، ولی روز شبات میگه اوکی. روز شبات واقعا بدونید که روز استراحت برای تلمید خخامی که در هفته تورا میخونن، ولی اونایی که در هفته کار میکنن و تورا نمیخونن، روز شبات برای اونا تورا خوندن میسواستش، برای اونا داده شده. که راشت بوت شبات هم میگه شینا به شبات تنوگ، شینا میشه از کلمه بشینن تام لبانه خواه، یعنی کسی که روز شبات تورا یاد بکنه بشینن تام به شبات تنوگ. بس بیایم اینجا این موضوع رو دیدیم. یه دلیل دیگه هم که میشه گفت مطابق ربینو ربی الی ملخ زبید سبی الی ملخ مدینو تو کتاب بن ایساخار که بعد می نویسه تو کتاب دیگهش اگراد پیرکا، میگه یه دلیل، اینم این دلیل جالبی است. شما الان میبینید من یه موقعی دست میزنم به ریشم، درسته؟ برای من میخواد فکر بکنه توی موضوع یادش بیفته، دست میزنم به ریششون، درست؟ اینا واقعا نوشته که موضوعشون که از کجا میاد، برای اینکه ما 13 تا میدوت داریم شطورا نیدرشت باهیم، درسته؟ هر صبح میخونیم ربی اشمائل، و موقعی که چیزی تو تورا نمیفهمیم میخوایم یاد بگیریم، میخوایم این 13 تا میدوتو که در ایکونه در ایدرا ربا میاره، اینا همون 13 تا میدوتی هستن که برابر با 13 تا میدوت کل رخون به خنون هستن. این ما از قول مگید چند بار گفتیم که مگید میزریچ میگه 13 تا کلبا خومر گزرا شابا کلال اوپراد اوکراد، این 13 تا برابر با کل رخون به خنون رخفایم هستن. پس ما میدیم کل رخفاییم به ما میگه زوار اکادوش که کجا هستش، تو میتگله میشه توی زکان، توی ریش، که خیلی زوار سخت میکشه میگیره و ریش رو نزنه. چرا؟ چون که اینجا 13 تا میدوت رحمی مو داری، 13 تا میدوت رحمی داره آشکار میشه توی صورته، تشن به تو رحمی میده، توی میگه رحمی مو میبری میزنی. ما تیغو نمیگیم، تیغ که اونو تورا اصول کرده با تیغ زدن، منظورمون مثلا با قیچی اینا کوتاه کردن و این چیز برنامه ها، اینا دست زدن کندن این برنامه ها. میدونین داستان اریزال رو، که اریزال یه مرتبه روز شبات اینو کسی که میخواد ببینه رب خیم پلجی میاره توی کتابش روح خیم تو قسمت اور خیم سیمان شین گیمل، و خیلی سفاریم اینو دیگه این تو حلاخا میارنش، که اریزال یه مرتبه روز شبات دستشو میذاره توی ریشش
و دیگه تا در نمیاره تا موتسای شبات. اریزان معروفه یادش میره شاخخ و اینیخ یادو عرضه کانو بیوم شبات و درش نیبر تا اینکه شب شد. چرا؟ چون که گشاید یکی از ریشا کنده بشه جا برای خیدور شبات که خیدور شبات نشه این نخواست، یعنی که روز شبات آدم نبسی با ریشش بازی بکنه توی هفته. پس میگه به ما اگراد پیوکا، میگه بنی اسرائیل درخ درخشون اینه که لسلسل و الهفخ به زکان، میگه دست میکنن تو ریششون، ریششون رو میگیرن موقعی که سخت یه موضوع روی بفهمن که شمید کشین به عیز دوار به لیمود هتورا. میگه و میشه گفت اینو اگراد پیوکا این موضوع رو مینویسه، ولی مطابق این دلیلی که این موضوعی که نوشته میشه فهمید که چرا روز شبات آدم موضوع های عمیق نخونه. چرا؟ چون که شاید این کار رو بخواد بکنه که به ما میگه اگراد پیرکا که دست بزنه به ریشش و ریش رو بگیره و باش بازی بکنه تا اینکه بفهمه چی نوشته و نمیخواد روز شبات خیلی رو بکنی. ساده شدیم. یک سفر دیگه هم هستش که به اسم کنف رنانا، یک شلوت به تو شبوت هستش که نوشته شده به وسیله ربی ناتان نتا سگال لندا و می نویسه اینطوری، میگه باید فهمید واقعا یعبس چی میگه. یعبسی که اول براتون آوردم که تو سیدورش میگه که کسی که به ایون بخونه روز شبات خیلور شباته. گفتیم یه چیزی که چیز قبلی رو خوب متوجه شدین، خیلی چیز جالبیه که میگه شاید کسی که به ایون بخونه دست بزنه به ریشاش و به خاطر اینکه آدم میدوت رخمیم و شلوش اینجا میدوت رخمیمه و اینا برابر با اون میدوتیه که تورا رو آدم یاد میگیره باهاشون و شلوش اسر میدوت شهتوران دلشت با این و اینطوری کمک میکنه آدم به فهمیدن تورا، ولی ممکنه خیلی شبات بشه به خاطر اینکه روز شبات دون دودیست. و ولی تو این سفر کرنفرنانا یک موضوع کبالایی میگه، میگه میدونی چرا یعبت میگه به ایون نخون؟ چون که عریضان مینویسه برای ما اینطوری، میگه موقعی که شما حلاخا رو میدو تو عمقش و به ایون میخونی و میفهمی موضوعها رو از همدیگه جدا میکنی بهش میگن لیبون حلاخا. میگه این جدا کردن مثل بوره، بوره‌ای که روز شبات آسور کرده تورا، یعنی که آدم خوب نیست بد و از خوب جدا بکنه، یا اینکه خوب و از بد جدا بکنه، اونم همینطور آسوره مگر اینکه سه تا شرط داشته باشه. سه تا شرط که میشه اوخل، یعنی اگر اوخل از یعنی قسمتی که خوب و از بد جدا بکنی و میاد، یعنی بایستی استفادهش بکنی همون موقع نذاری بسه بعدن، شب خوب از بعد جدا میکنی بعد میگی فردا، یعنی که تا یه 40 دقیقه بعدش، بعد بیشتر از نیم ساعت نباید به طول بکشه، میگی بسه یه ساعت بعدش. نه اینم برره. اگر میخوای مثلا چیزی خوبی از بعد جدا بکنی بایستی بدی به یکی که همونجا بخوره، یعنی که خودت بخوری، یعنی که بسه یکی باشه که همون لحظه میخوره. صحیح؟ پس این چیزی هستش که میگه داری به روخنیوت، داری در اولام روخنیوت از نظر حیث کبالا داری کاری که میکنی داری مبرر میکنی بد و از خوب، چون که ما میدونیم عریضان میگه موقعی که هلاخا میخونی و یا گمارا میخونی و تو عمقش میری این باعث میشه که کلیپوت کنار زده بشن تا اینکه برسی به هلاخا برون را، تا اینکه برسی به یه هلاخایی که واضح هستش و فهمیده شدش و میفهمیش و میگه این پیل پول این عمق کلاخه که داری میری این بیروره برره، داری اوخل و اسپسوره جدا میکنی و میگه درسته که این هلاخا نیست. من گفتیم هلاخا میگه نبایستی توی قضا این کار رو بکنی، یا اینکه تو لباس، تو کتاب، تا حتی مفارسی، یعنی تو هر چیزی این جدا کردن بعد از خوبو که تو را آسور میکنه، هلاخا آسور میکنه، این بوسی هر چیزی هست نه فقط بوسی قضا. ولی خب بیشتر ما قضا سر و کار داریم، سر میز نشستیم شبات، یکی براش
یعنی خورشت سبزی میارم و توی این خورشت سبزی لوبیاست و لوبیاشو دوست نداره، لوبیا برای شکمش خوب نیست، نمیتونه لوبیا رو بیاره. اینکه تو سالاد پیازه، نمیخواد دهنش بو بگیره، پیازاشو میخواد برداره بذاره کنار بقیهشو بخوره. آسور خیلی شبات تحت ها سکیلا هست بشانو بالاینو کارت بربینان خیلی شباته، مگر اینکه پیازا رو جدا میکنه و یکی اونجا هست میگه اوکی برم در جا برمیداری میخوره، یعنی که من که به طرف میگه پیازاشو بردار باقاشو بردار بس خودت و بقیش بده به من، یعنی که گفتیم یعنی که بهش میده اون همون لحظه میخواد بخوره، به اونی که بهش میده و اونی که کسی که دوستش داره دوست داره اون پیاز و یه هر لوبیا رو هر چی که هست. پس پس حلاخال معصی این هستش که آیا آدم این کار رو میتونه بکنه یا نه، که حلاخال معصی ما میگیم موتار و میتفا، همونطوری که قبلا هم گفتیم اینو یکی از ربانیم ایدا خریدی، یکی از ربانیم خاشوب که اخیراً فوت کرد فکر کنم یه سال شاید شده باشه، ربی یسخاک تو بیا وایس زدسل، از اون میپرسن این سوالو و جواب میده میگه موتار و میتوا، یعنی میگه ناراحت باش، همونطوری که منم گفتم که یه خلکی با اونایی که تورا رو روز شبات به ایون میخونن، ولی جایی هست که و من گفتیم که خیدا پسه که ما سفارادی ها و همینطور هم بن اشقای اونم میگن موتاره و مخروکت میکنن رو یعبت رو ختم سوفر رو رکیخ که میتونی روز شبات به ایون بخونی اگر سختم هست. چرا؟ چون که بالاخره میرسی به جایی که اونگ داری لذت میبری و مخصوصا اونایی که در عرض هفته نمیتونن به ایون بخونن، همیشه چیزای ساده میخونن چون که یا صبح باید برن سر کار و وقت نیست که بیون بخونن، یا اینکه شب که برگشتن خستن خوابالو هستن نمیتونن، پس کی دیگه بیون بخونی؟ میمونه فقط شبات، هنو روزی که میتونی یه چیزی رو حواستو جمع بکنی و بفهمی و چیز سختی رو روز شباته، پس روز شبات بخون خزکی باروخ. از یه طرف دیگه اینم هست که بدونید که میکوبانی به ما میگن روز شبات داده شده برای خوندن کبالا. ما میخونیم در مزمور داوید هابول هاشم بن الیم هابول هاشم کبود و عز اشتخ هابول هاشم به حضرت کودش، اشتخ هابول هاشم به حضرت کودش میشه درجه چهارمی، درست سه تا هابو داریم، بعد از این سه تا هابو هابول هاشم کبود و عز هاشم بن الیم میرسیم به چهارمیش که میگه اشتخ هابول هاشم به حضرت کودش، که عریضان میگه یعنی همه دنیاها اون سه تایی که قبلا گفتیم برابر با سه تا دنیا ها هستن که باشه اسیا، یتیرا، بریا، که این دنیا ها روز شبات به ارج بالاتری میرسن، ارتقا پیدا میکنن و میان تو دنیای اتسیلوت که پاسوک میگه هشتخبو لهشم به حضرت کدش، و که میشه یعنی تو دنیای اتسیلوت میرسن به اونجا و همشون الیویت میشن. پس و راشتبوته هشتخبو لهشم به حضرت کودش میشه کبالا، یعنی روز شبات روزی هستش که بهتر میفهمی کبالا رو، چون که زمان مقدسه و چیزی هم که داری میخونی احتیاج به قدوسیت داره، که میدونید میکوه خیلی مهمه، کسی که میکوه نرفته پاتخه یاهو نخونه، کبالا نخونه، نه مواله خوندنی که همینطوری میخونن اونم خوبه، ولی خب بهتره که آدم که کسی که لازمه بره میکوه بره و بعد بره کبالا رو یاد بگیره، یادگیریش منظورم اونه که آدم یادگیری کبالا فهمیدن کبالا بدون میکوه خوب نیست. و مکوبانی میگن ما شب تکسیبی داشتیم که میدونید نشامای بالایی داشته، ولی متاسفانه خیلی ضربت میزنه به یهودیت، 300 سال پیش قبل از بلشمتوب بوده، لهفدیل از بلشمتوب این شبتای تیوی، این یکی از اشتباهایی که میکنن اون پیروهاش این بوده که کبالا میخونن ولی بدون میکوه، بدون تهارا، بدون کدوشا، و باعث شدش که برسن به جایی که رسیدن و هشمی رخم و این موضوع. بس شبات خوبه اونم کبالا یاد بگیره، درست؟ یا اگه کسی مثلا حلاخا بلد نیست 100% حلاخا یاد بگیره،
کسی که گمارا کم خونده که هم هیچ وقت وقت نمیکنه توی هفته بخونه، اوکی پس گمارا بخون. ولی کسایی که باروخ هاشم میتونن و الان شباتا طولانی میتونه آدم همشو همین کارا رو بکنه، شبش کبالا بخون، روزش گمارا بخون، توی روز یه قسمتی کبالا بخون، یه مقداری از زهر حکادوشو بخون و سعی کن بفهمی با پیروش ماتوک بیدوش و به خلو و سعی بکن که گفتهای عریضا رو بخونی. پس اینو اینطوری میشه گفت و به عزت هاشم نهارا نهارا او پشته و به عزت هاشم زوخه بشیم به گیلوی الیاهو هنناوی و ماشیخ تیدکنو به کاروب یامنو آمین.